تماشاگران ارجمند، دوستان نهایت گرامی، بازم در حضور شما هستم و با سلام و درود نگاه امروز پنجشنبه 27 ثور سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 16 ماه مه سال 2024 میلادی را پیشکش حضورتان می کنم و بر روال معمول در آغاز بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان یا افغانستان دنالاید مطبوعات و پهنداره که تقدیم می شود که شامل تبصره هایست از آژانس خبرگزاری جمهور، افغانستان انترنشنل، روزنامه 8 صبح، نهاد سیگار، افغانستان انترنشنل باسم، اکسپرس تریبیون پاکستان و پاکستان تودی. و در پایان نگاه امروز سخن اصلی یا گپ اصلی نگاه پیشکش حضورتان می شود. فعالان افغان با نمایندگان طالبان در ناروی سرگرم گفتگو اند. درست پیش بر اساس گزارشی که به افغانستان انترنشنال رسیده، نشست میان نمایندگان جامعه مدنی افغانستان و اعضای طالبان در ناروی در حال برگزاری است. این نشست با دعوت وزارت خارجه ناروی برگزار شده و منابع میگویند دو طرف در مورد وضع حقوق بشر و آینده افغانستان گفتگو خواهند کرد. همچنان گزارش شده است که نمایندگان در مورد گفتگوی سیاسی و توانمندی اقتصادی گفتگو خواهند کرد. منابع ما میگویند که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، نیز در اسلو حضور دارد و با حلقات مختلف افغانها گفتگوهای انجام داده است. گفته شده که اعضا و هواداران طالبان که از کابل برای حضور در این نشست رفتند، نظر محمد مطمئن، قاضی سعید مشک عالم، متیولا محمدی، جعفر مهدوی، ساله مزاری، سید یونس آقا، حدید زاکر و فیض زلانند. همچنان از این افراد به عنوان نمایندگان جامعه مدنی در این گفتگو نام برده شده است، در حالی که همه از طرفداران و هوخواهان طالبان هستند. فاطمه گیلانی، کاون کاکر، اصیلا وردک، مومنه یاری حارث سیخانی و همچنان عبدالقیوم سجادی، سابق نماینده مردم افغانستان در پارلمان، جنرال انصاری، مذاکره کننده سابق، انجیلا احمدی، کریم امین، عضو ارشد حزب اسلامی گلبودین و قهرمانه کاکر و همچنان فیض محمد عثمانی سهم دارند. آژانس خبرگزاری جمهور در گزارش یا در تبصره خبر می دهد که رهبر طالبان که ذاتاً یک دیکتاتور اقتدارگراست و به نظر می رسد شیفته نمایش بی‌پروای قدرت اوریان خود می باشد، در پی نافرمانی فرماندهان فرودست خود و یا متحدان قدرتمند طالبان مانند شبکه اقانی و سایرین با زوال تدریجی قدرت خیش مواجه است. تبصره روا می کند قدرت رو به زوال یک دیکتاتور اقتدارگرا در گزارش تازه انستیتوت مطالعات جنگ در مورد ساختار حکومتداری طالبان آمده است که با وجود تلاش های ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به منظور تحکیم قدرت، شماری از مقامات طالبان از فرامین و او اطاعت نمی کنند و فرماندهان ردی میانی طالبان که از ارتباط نزدیک با رهبر هر شد حامی خود استفاده می کنند، از جوابگویی در مورد تنش‌های درونی و نقص فرامین او خودداری می ورزند. این تازه ترین گزارش در مورد اختلافات درونی طالبان در سطح بالاست که نشان دهنده این است که در پشت پرده جنگ شدید قدرت در جریان است و دو قطبی کابل قندهار، طالبان قندهاری و طالبان مخالف آنها را کمدتن در کابل مستقر هستند، در برابر همدیگر قرار داده است. پیش از این نیز گزارش‌های مشابه درباره اختلاف نظرهای عمیق
در مورد برخی فرامین بحث برانگیز رهبر طالبان منتشر شده بود و در همین رابطه برگزاری نشست‌های مهم رهبران رژیم طالبان در قندهار تلاشی در جهت مهار این تنش‌ها ارزیابی شده است، تلاشی که ظاهراً شکست خورده است، زیرا پس از آن نیز انتقادات سری و زمینی رهبران منتقد ملا هبت الله همچنان ادامه پیدا کرده است. رهبر طالبان فرامین متعددی برای کنترل رفتار نظامیان و مسئولان حکومتی در مورد جلوگیری از فساد و خطای فراقانونی بخصوص نظامیان و کارکنان دولت پیشین صادر کرده که در موارد نقض شده است. گفته می شود که کشتارهای فراقانونی و انتقام جویانه به شبکه یقانی و استخبارات طالبان مربوط می شود که در تضاد با فرامین عفو عمومی ملا هبت الله آخوندزاده قرار دارد و این فرامین را به وضاحت نقض می کند. گزارش جمهور حاکی است که علی رغم فرامین ملا هبت الله تا حال صدها نظامی پیشین و کارمندان سابق دولت کشته شده و هزاران نفر دیگر نیز به بهانه های واهی در زندان های مخوف طالبان تحت شکنجه قرار دارند. این تبصره همچنان به فرمان رهبر طالبان اشاره می کند که فرماندهانش را از ازدواج های چندم با مصارف گزاف نیز منع کرده است، اما این نوع ازدواج ها کم ماکان ادامه دارد. بازگشت طالبان به قدرت و دسترسی به منابع عظیم ثروت منجر به شیوع فساد در میان مقامات رده میانی این گروه شده که یکی از مظاهر آن گرایش به ازدواج های دوم و سوم حتی چهارم و به ویژه با دختران غیر پشتون در مناطق شمالی افغانستان است. این ازدواج ها در مورد حتی بدون رضایت جانب مقابل و با استفاده از زور صورت گرفته و در مراسم عروسی آنها از امکانات دولتی هم استفاده می شود. در برخی موارد دختران فرماندهان سابق امنیتی مجبور به ازدواج با فرماندهان طالبان شدند. در این تبصره همچنان اشاره شده که رهبر طالبان با رئیس استخبارات در مورد شمار زیاد کشته های سلفی ها در عملیات های ضد داعش در اپریل 2023 اختلاف داشته و هشدار داده است که اگر حکومت از کشتارهای فراقانونی جلوگیری نکند از بین می رود. این نشان می دهد که رهبر طالبان نگران به عدالتی های ناشی از انتقام جویی جنون آمیز و خونریزی زیر دستان و متحدان خود نیست. او نگران تأثیر این کشتارها بر بقای رژیم منفور خود است، اما این نگرانی نیز از سوی مقامات و فرماندهان طالبان نادیده گرفته شده و کشتار به بهانه های گوناگون ادامه پیدا کرده است. به این ترتیب رهبر طالبان که ذاتاً یک دیکتاتور اقتدارگراست و به نظر می رسد شیفتی نمایش بی‌پروای قدرت اوریان خود می باشد در پی نافرمانی فرماندهان فرودست خود و یا متحدان قدرتمند خود مانند شبکه حقانی با زوال تدریجی قدرت مواجه است. مقامات ارشد طالبان از جمله سراج الدین حقانی، ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع و عباس استانگزی معاون وزارت خارجه طالبان به طور تلویحی از فرامین رهبر انتقاد کردند. این انتقادات اگرچه به برخی فرامین بحث برانگیز و تصامیم رادیکال رهبر طالبان از جمله ممنوعیت تحصیل دختران مربوط می شود، اما به نظر می رسد دامنه اختلاف ها به همین موارد محدود نیست. گزارش انستیتوت مطالعات جنگ می گوید با وجود تلاش آخوندزاده در جهت تثبیت قدرتش، او با محدودیت های برای اطاعت اعضای طالبان زیر دست روبروست. رهبر طالبان در قندهار که تصمیم گیرنده نهایی حکومت است، با اتکا به حلقه کوچکی که به عنوان طالبان قندهاری شناخته می شود بر کشور حکومت می کند. با وجود این که حلقه قندهار یا طالبان قندهاری تا حال توانستن نتیجه تنش‌ها را به نفع خود رقم بزنند و ظاهرا رهبر طالبان همچنان از قدرت بالایی برای تحمیل فرامین خود برخوردار است، اما این قدرت شکننده و آسیب پذیر به نظر می رسد و این تصور وجود دارد که رهبران طالبان در کابل خواستار معامله با جهان بر سر اصولی هستند که ملا هبت الله آنها را خط سرخ و غیر قابل عدول و معادله می پندارد.
تبصره یاد شده نتیجه گیری کرده است که فرامین رهبر طالبان در جهت تحکیم قدرتش تنش‌های درونی طالبان و بحران اقتصادی در افغانستان را تشدید کرده است. بدیهی است که فرامین مانند منع تحصیل دختران و کار زنان پیامدهای زیانبار برای اقتصاد نابسامان افغانستان دارد، نه فقط به دلیل ادامه تحریم‌های بین‌المللی، کاهش کمک‌ها و ممانعت از تعامل آزاد جهان با رژیم طالبان، بلکه به علت حذف عواید حاصل از کار و فعالیت اقتصادی زنان، برچیدن مشاغل زنانه و محروم کردن بازار کار افغانستان از کار آفرینان خلاق زن. رهبر طالبان میخواهد مرکز تصمیم گیری حکومت را از کابل به قندهار منتقل کند، جایی که در انزوای خودخواسته زندگی میکند. در تبصره آمده که رهبر طالبان در حال ایجاد یک نیروی نظامی 40,000 نفری برای خود سوای یا جدا از اردو و پلیس وزارت‌های دفاع و داخله می باشد. او این نیرو را عمدتاً از قبایل رهبر طالبان به نام نورزی شکل داده است که از قبایل کوچک در میان پشتون هاست. اما هیچ وفاداری به سایر فرماندهان ارشد گروه ندارند. تلاش در جهت انتقال قدرت از کابل به قندهار پیش از این در دوره ملا محمد عمر هم صورت گرفت که در نتیجه آن دولت طالبان عملاً هیچ نقش در اداره کشور نداشت و تمام تصمیم گیری ها در قندهار صورت می گرفت. در این دوره اما آنها یک دولت سازمان یافته را تحویل گرفتند. رهبران قدرتمندشان در کابل مستقر شدند و موافق شدند که با استفاده از ادامه فعالیت مراکز دیپلماتیک منطقه و جهان در کابل رابط و داد و ستد خود با دنیای خارج را نسبتاً فعال نگه دارند. این موارد کار هبت الله برای انتقال قدرت به قندهار را بسیار مشکل ساخته است. با این همه تشکیل نیروی نظامی 40,000 یا 30,000 نفری یک ابتکار عمل شبیه برخی کشورهای همسایه، مخصوصا جمهوری اسلامی ایران، برای حفاظت از قدرت رهبر طالبان محسوب می شود و این نیروی غیر رسمی می تواند زیر نظر رهبر طالبان از قدرت او حفاظت کنند و در برابر خطرات مانند کودتا از او دفاع کنند. این نیرو همچنان تنش‌های قبایل در جهت تسلط بر کانون مرکزی قدرت در رژیم طالبان را تشدید خواهد کرد. در بخش دیگری از این تبصره آمده است که حکومت طالبان پناهگاه امنی برای گروه‌های سلفی و جهادی فراهم کرده است و بر آنها کنترل مطلق ندارد. بعید است که بتواند این گروه‌ها را از انجام حملات در خارج از افغانستان در صورتی که بخواهند مهار یا مانع شوند تصور می شود که این نیز یک برگ برنده دیگر در اختیار شبکه حقانی است تا طالبان قندهاری را تضعیف کند. این شبکه ارتباطات سنتی بسیار پیچیده با گروه های سلفی و جهادی دارد و از این ارتباطات در راستای تحکیم و توسعه قدرت خود سود می برد. حتی گزارش های وجود دارد که برای این گروه ها از درآمدهای حاصله از معادن افغانستان سهم تعیین شده تا از این طریق به فربه‌سازی و قدرتمندتر کردن آنها کمک کند. برای شبکه یقانی حملات برین مرزی که گروه های تروریستی متحدان مسئله ساز نخواهد بود، زیرا این شبکه احتمالاً در این زمینه با امریکا و برخی دیگر از رژیم های حامی تروریسم در منطقه و جهان زدابند های پیچیده استخباراتی دارد. گزارش انستیتوت مطالعات جنگ نتیجه گرفته که طالبان یک سازمان یک دست نیستند، بلکه ائتلاف گسترده از جناح‌ها با روابط قبیله‌ای، قومی، سیاسی، تجاری و ایدئولوژیک است. دو جناح مهم یعنی شبکه یقانی با پایگاه قومی و قبیله‌ای در جنوب شرق و شرق افغانستان و طالبان قندهاری که پایگاهش عمدتاً در جنوب افغانستان است و اختلاف میان این جناح‌ها بازتابی از واقعیت تفاوت‌ها میان قبایل پشتون است. این بخش از گزارش یاد شده پرده از ترکیب قومی و سهم قبایل پشتون در درون طالبان برمی‌دارد و نشان می‌دهد که این ترکیب به ظاهر همگون تا چه اندازه می‌تواند شکننده باشد و در آینده جنگ قدرت میان قبایل متخاصم حتی شاید بر حیات رژیم طالبان تأثیر بگذارد و برنده و بازنده این جنگ ماهیت و هویت دولت طالبان را در میان مدت
مشخص سازد، مرحله‌ای که همه انقلاب‌ها برای گذار از مرحله نهضت به نهاد تجربه می‌کنند. آیا افغانستان گورستان امپراتوری هاست؟ بازم تبصره داریم از افغانستان انترنشنل. یکی از رایج‌ترین اصطلاحات در ادبیات سیاسی افغانستان این است که میگویند افغانستان گورستان امپراتوری هاست. برخی برای اظهار غرور این عباره را به کار میبرند و به ایستادگی مردم در برابر لشکرکشی امپراتوری ها و قدرت های بیرونی اشاره میکنند. این عبارت در منابع انگلیسی در مورد افغانستان هم به صورت فراوان به کار گرفته شده و چند جلد کتاب با همین عنوان منتشر شده است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا نیز در ماه آگوست سال 2021 در کنفرانس خبری گفت که افغانستان مستعد متحد شدن نیست و هیچ نیروی نظامی هرگز نتوانسته این کشور را به امنیت و ثبات برساند. به همین دلیل افغانستان در تاریخ به عنوان گورستان امپراتوری ها شناخته می شود. اما آنچرا که من می خواهم تذکر دهم این است که تقریبا 40 سال پیش در هنگامی که من در رادیوی صدای مسلمانان و مسلمانان مجاهد و متحد افغانستان کار می کردم یا ایفای وظیفه می کردیم، ما به کرات این جمله را استعمال نموده ایم که یا از این جمله استفاده کرده ایم که افغانستان گورستان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است. نهاد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حالا به امپراتوری ها تبدیل شده است. آیا افغانستان واقعا گورستان امپراتوری هاست یا کاربرد این عنوان کلیشه‌ای یک نیرنگ یا فریب بیش نیست که ریشه در واقعیت های تاریخی ندارد؟ این عباره را نخستین بار چه کسی و در کجا به کار برد؟ که من به این هم موافق نیستم. به کار بردن عبارت گورستان امپراتوری ها برای توصیف افغانستان پیشینه درازی در ادبیات سیاسی و تاریخی این کشور ندارد، در حالی که من میگویم که اقلا 40 سال سابقه دارد. اولین بار در سال 2001، برخلاف در سال 1981، اما آنچه در این تبصره نوشته شده در سال 2001 میلادی، میلتون بردن مقام پیشین سازمان استخبارات آمریکا یا CIA در مقاله در مجله فارن افیرز این عنوان را برای توصیف افغانستان به کار برد. تبصره او که با عنوان افغانستان گورستان امپراتوری ها منتشر شد، هشدار به آمریکایی ها بود تا از تجربه دشوار اشغال افغانستان توسط شوروی سابق بیاموزد. بیردین نوشت که افغانستان سرزمین تسخیر ناپذیر است و لشکرکشی امپراتوری بریتانیا، اسکندر مقدونی و چنگیزخان نیز در این کشور با مقاومت مردم دچار مشکل شدند. به نظر می رسد که پیش از این اصطلاح گورستان امپراتوری ها در توصیف افغانستان جای ظاهر نشده است، اما من شاهد هستم که ظاهر شده است. توماس بارفیلد، استاد مردم شناسی در دانشگاه یا پوهنتون باستان امریکا و افغانستان شناس شناخته شده، می گوید که گورستان امپراتوری ها در متون تاریخی بیشتر برای توصیف بنو نهرین استفاده شده که محل ظهور و افول امپراتوری های زیادی بوده است. شارای امپراتوری ها، نه گورستان آنها. برخی تاریخ نگاران و پژوهشگران می گویند توصیف گورستان امپراتوری ها برای افغانستان با واقعیت های تاریخ سازگاری ندارد، در حالی که سازگاری دارد. به نوشته الکس خلیلی، پژوهشگر در پوهنتون اکستر بریتانیا، اسکندر مقدونی و چنگیز خان نه تنها افغانستان را فتح کردند، بلکه جانشینان آنها قرنها پس از آن بر این کشور حکومت کردند. با گفته او سرزمین افغانستان با موقعیت استراتژیک در چهارراه آسیا، برخلاف جاهایی که امپراتوری ها در آن میمیرند، برای هزاران سال مکانی بود که کار امپراتوری ها در آن رونق و شکوفایی داشتند. اما موضوع یا مسئله لشکرکشی سکندر مقدونی یا سایر کشورگشایان با اشغال افغانستان توسط نیروهای بریتانیایی، روسی و آمریکایی تفاوت زیاد دارد. توماس بارفیلد ارائه می کند
برای 2500 سال امپراتوری های مختلف افغانستان را به صورت منظم تسخیر و در آن حکومت کردند. اما افغانستان تنها در قرن 19 زمانی که بریتانیا به دنبال حفظ آن به عنوان یک کشور حائل در برابر تهدید روسیه به هند بود، شهرت کسب کرد که گویا سرزمین سختی برای تسخیر و تصرف است. برخی مناطق افغانستان از جمله مناطق مرکزی در شمال غرب و سایر مناطق به دلیل کوهستانی بودن هرگز تسخیر نمی شوند. امپراتوری های علاقه به تسخیر این مناطق اصلا کدام سود نمی بردن، به این منظور هم علاقه نداشتند چون سود برای خود نمی دیدن. بارفیل استدلال می کند که افغانستان کشوری نیست که امپراتوری ها آنجا بروند و بمیرند، بلکه جایی است که در آن انگشت امپراتورها سوخته و تصمیم گرفته افغانستان را ترک کنند. به نوشته بارفیلد، افغانستان گورستان امپراتوری ها نبوده بلکه شارای امپراتوری ها بوده است. بانت روبن، پژوهشگر و افغانستان شناس شناخته شده امریکایی نیست، در کتاب افغانستان آنچه همه باید بدانند می نویسد هرچند جنگ اول انگلیس در افغانستان 1839 تا 1842 فاجعه برای بریتانیا بود، اما بریتانیایی ها در جنگ دوم 1878 تا 1880 موافقت بیشتر به دست آوردن. انگلیس ها در افغانستان نماندند، اما افراد مورد نظر خود را با عنوان امیر منصوب کردند. افغانستان را متکی به خود نمودند و کنترل سیاست خارجی آن را به دست خود گرفتند. وقتی انگلیس ها از افغانستان خارج شدند، نه تنها شکست نخورده بودند بلکه در اوج قدرت امپراتوری خود قرار داشتند. جنگ با شوروی و امریکا و گورستان برای باخته ها در تاریخ معاصر افغانستان از شکست شوروی به عنوان پیروز با افتخار در افغانستان یاد می شود. شوروی در 10 سال حضور خود 1979 تا 1989 در افغانستان تلفات و خسارات هنگفت متحمل شد. نزدیک به 15,000 سرباز روسی در افغانستان کشته شدند. اما آنچه معمولا از آگاهی مردم به دور مانده این است که شکست شوروی در افغانستان یک پیروزی بزرگ و تاریخی برای ایالات متحده آمریکا بود. آمریکا با شوروی به شدت درگیر جنگ سرد بود و این دو ابر قدرت از طریق گروه های نیابتی با هم دیگر می جنگیدند. به گفته زبگنیو، یعنی آقای برژینسکی که مشاور امنیت ملی جیمی کارتر بود، اشغال افغانستان توسط شوروی فرصتی برای آمریکا بود تا انتقام جنگ ویتنام را بگیرد. آمریکا معادل چندین میلیارد دلار کمک نظامی از طریق پاکستان در اختیار مجاهدان افغانستان قرار داد. اشغال افغانستان برای شوروی ویرانگر بود، اما به گفته توماس بارفیلد، یگانه دلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آن زمان این بود که شوروی مشکلات دیگری نیز داشت. دامنه فاجعه این جنگ برای مردم افغانستان اما بسیار گسترده تر بود. صدها هزار تن از اتباع افغانستان کشته شدند و میلیون ها تن دیگر آواره شدند. در حالی که امروز زمانی که کمونیستان یا ایجنت های کی‌جی‌بی سابق یا منصوبین خلق و پرچم که از برکت آزادی امریکا و اروپا صاحب میکروفون و صاحب کمره شدند، اقلا یک بار هم به خاطر جنایاتی که در افغانستان مرتکب شدند از مردم افغانستان معذرت نمی خواهند. هنوز هم به ترور شخصیت ها می پردازند. هنوز هم می خواهند گفته مردم سفید نمایی کنند. اما تاریخ افغانستان هیچ وقت خیانت ها، جنایات و مظالمشان را فراموش نمی کند. مناطق مختلف افغانستان به گورستان برای مردم این کشور تبدیل شده است. امریکا نیز به افغانستان رفت. بعد از 20 سال حضور نظامی و هزینه کردن میلیاردها دلار این کشور را ترک کرد و طالبان مجددا به قدرت برگشتند. بیش از 3000 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. رفت آمد آمریکا به افغانستان اما تأثیر ویرانگر بر توانایی های این قدرت جهانی نداشت، مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق. همین چند روز پیش کانگرس نزدیک به 95 میلیارد دلار کمک به کشور اوکراین و اسرائیل را تصویب کرد، اما نتیجه جنگ 20 ساله برای افغانستان نهایت ویرانگر بوده است. حالا افغانستان تنها
کشوری در جهان است که دختران بالاتر از صنف‌های ابتدایی نمی‌توانند مکتب بروند. واقعیت‌ها نشان می‌دهد که افغانستان گورستان امپراتوری‌ها نیست، بلکه به گفته بارنت روبن افغانستان گورستان برای مردم این کشور بوده است. و حالا می‌پردازیم به تبصره از روزنامه 8 صبح. برنده‌ترین سلاح طالبان از آغاز پیدایش این گروه تا هنگام تسلط بر کابل، ترویج رعب و هراس در میان مردم بود. این گروه می دانست که طرح بهتری برای دولتداری و ارائه خدمات به مردم افغانستان ندارد و نمی تواند بدون کمک‌های خارجی هیچ کاری برای بهبود زندگی مردم انجام دهد. عشق صبح علاوه می کند با آگاهی به همین ضعف و ناتوانی بود که هیچگاه نخواست به رقابت سالم و مسالمت آمیز تن در دهد و بدون توسط به خشونت و کشتار به هماوردی با سایر گروه ها روی آورد و از این راه افکار عمومی را با خود امراه گرداند. این گروه در طی 3 دهه سرمایه گذاری بر اعراب وحشت و همچنان ظلم و تعدی خود را دارای برگ برنده می دانست که هیچ گروه دیگری در اختیار نداشت. ترساندن مردم و در هم شکستن روحی مقاومت و اعتراض مردم بخش از استراتژی این گروه بود که برای بست سلطه آن را ادامه می دادن یا هنوز هم ادامه می دهند. سقوط دولت پیشین و فروپاشی گسترده دستگاه های دولتی سبب مهاجرت بخش وسیع از کادر اداری افغانستان علاوه بر نخبگان سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی شد. طالبان از کوچ گسترده نیروهایی که دارای آگاهی سیاسی بیشتری بودند و توانایی افزونتری برای سازماندهی اجتماعی داشتند بسیار خرسند شدند، زیرا اعمال سلطه این گروه را آسانتر و راه مهار مردم را هموارتر میکرد. فشار طالبان بر رسانه ها و بیخبر نگه داشتن مردم افغانستان از رفتار مقامات طالبان در نقاط مختلف کشور سبب شد که هر گونه زمینه و انگیزه مخالف با حاکمیت این گروه از میان برود و جامعه دچار رخوت گسترده شود. استبداد و سرکوب بنابر آنچه در نقاط مختلف جهان تجربه شده است به تولید ناخوشنودی و خشم می انجامد. در سایه استبداد زمینی فساد به صورت گسترده برای سهمداران قدرت فراهم می آید و حاکمان را به افسار گسیختگی تشویق می کند. هرگاه قدرت سیاسی از نظارت افکار عمومی به دور باشد، خود به خود فساد صاحبانش را شتاب می بخشد و سوء استفاده از امکانات دولتی را تسهیل می کند. هرچه حاکمان تلاش کنند که راه پنهانکاری را در پیش بگیرند، امکان ندارد. تغییر محسوسی را که در امکانات و برخوردهای خودشان و وابستگانشان رخ می دهند، نامرئی نگه دارند. محروم ماندن بخش وسیعی از جامعه از هر گونه امکانات و خدمات از یک سو و فربه شدن روزافزون حاکمان از سوی دیگر، همچنان که سبب افزایش شکاف عمیق میان مردم و آنان می شود، به همان پیمانه نارضایتی و خشم را دامن می زند و به بروز واکنش ها یا عکس العمل های قهرآمیز می انجامد. حوادث روزهای اخیر در بدخشان، ننگرهار و چند نقطه دیگر از کشور که به برخورد میان مردم و نیروهای طالبان منجر شد، نشانه های آشکار از تغییر وضعیت است. کلیپ های صوتی فرماندهان طالبان که به فضای عمومی راه یافته نشان می دهد که سران این گروه از عکس العمل ها یا واکنش های گسترده مردمی به شدت هراسان شدند. تأکید پیهم و تهدیدآمیز آنان بر دست کشیدن از اعتراض و کنار نهادن مخالفت با تصامیم امارت نشان داد که این بار وضعیت وارونه شده است و از این پس مردم هستند که دست به عمل میزنند و طالبان هستند که دچار رعب و هراس میشوند. انگیزه اعتراض ها در مناطق مختلف از هم تفاوت دارد، اما در اصل قضیه تفاوتی وجود نداشت و ندارد و اینکه دیواره های بلند رعب و هراس برافراشته شده پیرامون مردم اینک فرو ریخته و کسی نمیتواند حتی با تهدید و خشونت جلوشان را بگیرد. فاصله زمانی اندک میان اعتراض مردم بدخشان و بروز مخالفت ها در ولایت ننگرهار
نشان داد که افغانستان مستعد عکس العمل ها یا واکنش های گسترده تر است و بمعنی این که جرقه مخالفت در یک منطقه زده شود می تواند به زودی به مناطق دیگر نیز راه یابد و به موج سرتاسری مبدل شود. آنچه خشم مردم را برمی انگیزد یکی دوتا نیست. ناتوانی حاکمان در ارائه خدمات، گسترش روزافزون فساد، غصب زمین های مردم به بهانه های مختلف، دست اندازی به خانه ها و ملکیت های شخصی، جابجایی جمعیتی، محاکمه های صحرایی و غیر قانونی، رابطه نامتعارف با جامعه جهانی، مناسبات تنش‌زا با همسایگان، محرومیت زنان، تخریب نظام آموزشی و موارد فراوان دیگر روز به روز بر میزان سرخوردگی و خشم ملت افغانستان می افزاید. در چنین وضعیتی کافی است که بهانه برای اعتراض و برخورد پیدا شود، حتی اگر تخریب کشتزارهای خشخاش باشد، تا موجی از آمادگی برای مواجهه با حاکمیت این گروه برا بیفتد. هشت صبح در تبصره مبسوط خود اعلام می کند رویدادهای اخیر افغانستان در مشرقی و شمال شرق نشان می دهد که حاکمیت طالبان بسیار شکننده شده است و کوچکترین عکس العمل های مردمی می تواند چالش بزرگ بیافریند و رعب و هراس را بر اندام نظام طالبانی بیاندازد. اگر گروه های مخالف طالبان می توانستند بر اختلافات درونی خود غالب شوند و از رخوت و پراگندگی کنونی اندک به در آیند، آمادگی مردم برای مقابله با طالبان در حد است که می تواند به زودی بساط حاکمیت این گروه متحجر را در هم بپیچد. هر نظامی که مبتنی بر رأی و اراده مردم نباشد و به زور سرنیزه بر آنان حکمرانی کند، سرنوشت جز سقوط ندارد و زود یا دیر این اتفاق خواهد افتاد. حالا معادله روند معکوس پیدا شده. از این پس مردم افغانستان نیستند که از طالبان میهراسند، بلکه طالبان هستند که از مردم افغانستان خواهند هراسید. هرچند مردم هراس را به مثابه ابزار استراتژیک خود بر نگزیدند و جز دسترسی به حقوق طبیعی و قانونی خود را مورد بحث قرار دادند. عکس العمل مردم به هیچ صورت با آن درجه از تندی نمیرسد که با عملکرد 30 ساله طالبان در زمینه اعراب قابل مقایسه باشد. اما در همین حد که تا حال در بدخشان و ننگرهار دیده شده، ترس و هراس را در میان طالبان برا انداخته است. از مکنون ریزش در صفوف نیروهای فرصت طلبی که با پلبینی به سود طالبان موضع می گرفتند آغاز یافته و شماری از آنان که در رسانه ها برای تطهیر این گروه تلاش می کنند لحن خود را عوض کرده و در پی انتقادی کردن شیوه کلام خود هستند. بمعنی این که مخالفت ها در یک دو نقطه دیگر تکرار شود که حتما دیر یا زود تکرار خواهد شد، ریزش نیروها به سطوح مختلفی خواهد رسید و تا نیروهای نظامی را نیز در بر خواهد گرفت. هم طالبان و هم سایر گروه های سیاسی باید بر پایه نظامی مردم بیندیشند که آیندار تکثر و تنوع جامعه افغانستان باشد. راه مشارکت برای اکثریت آحاد ملت در روند تعیین سرنوشت را بگشاید و سیاست حذف و انحصار را برای همیشه به بایگانی تاریخ بسپارد. باید همه به این باور برسند که حاکمیت قانون، توزیع صلاحیت ها، مبارزه با فساد، عبور از مرزهای تنگ ایدئولوژیک، ارائه خدمات به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و مشارکت حداکثری در ساختار سیاسی از عوامل زیربنایی تحکیم نظامهای سیاسی است و بدون آن هر رژیمی با هر میزان از توانایی نظامی و استخباراتی فرو خواهد پاشید. و باز هم گزارش داریم از سیگار. تا جایی که همه اطلاع داریم و حتما همه می دانند که سیگار یک اداره بازرسی امریکا برای افغانستان است. سیگار یا اداره بازرسی امریکا برای افغانستان در گزارش تازه خود میزان اعتبارات تخصیص داده شده در رابطه با افغانستان را منتشر کرد که به طور منحرف کننده در رسانه ها منعکس شد. با گزارش سیگار، دفتر مفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگال
به تاریخ 30 ماه اپریل گزارش 3 ماهه جدید خود را در مورد افغانستان منتشر کرد. گزارشی که بخش مربوط به اعتبارات تخصیص داده شده از جانب امریکا برای افغانستان جنجالی شد. این اداره در سال 2008 میلادی توسط کانگرس امریکا به دلیل فساد گسترده مالی در پروژه ها، ناکامی های نظامی این کشور در افغانستان و به منظور نظارت عینی و مستقل از قصر سفید بر پروژه ها و فعالیت های امریکا در افغانستان تشکیل شد. سیگار همچنان پس از خروج نظامیان امریکایی از افغانستان نیز به گزارش دهی همچنان ادامه داد. آنچه در گزارش سیگار آمده است در برابر آنچه در گزارش رسانه ها گفته شده. سیگار در این گزارش مجموع اعتبارات تخصیص داده شده امریکا در بخش کمک های بشر دوستانه به افغانستان از آگست 2021 زمان به قدرت رسیدن طالبان تا حال را 2.8 میلیارد دلار اعلام کرده است. بر مبنای این گزارش دولت ایالات متحده امریکا 5.38 میلیارد دلار را در بخش روند تخلیه و اسکان مجدد همکاران افغان نظامیان امریکایی و هزینه های دیگر مرتبط بان و همچنان 5.53 میلیارد دلار را نیز برای پذیرایی از پناهجویان افغان در امریکا هزینه کرده است. سیگار همچنان انتقال نیمی از دارایی های ارزی بانک مرکزی افغانستان یعنی 3.5 میلیارد دلار به صندوق امانی یا صندوق امانت افغانستان در بانک سوئیس، حساب های بین المللی در سوئیس که طالبان نه بر آن کنترل دارند و نه تا کنون دلاری از آن خارج شده را نیست به حساب اعتبارات تخصیص داده شده به افغانستان آورده است. با این حال بسیاری از رسانه‌های افغانستان همچنان برخی رسانه‌ها در ایران در منعکس کردن گزارش سیگار بدون توجه به محتوای آن تیتر یا عنوان این را نوشته می‌کنند یا منتشر می‌کنند که آمریکا تا حال به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بیش از 17 میلیارد دلار کمک کرده است و بعد این ترتیب از این نهای روند تخلیه همکاران افغان و نظامیان امریکایی، پذیرایی از آنها در امریکا و انتقال دارایی های مردم افغانستان به حساب تحت کنترل امریکا در سوئیس را نیز به حساب کمک به افغانستان تداعی کردند. اما واقعیت ماجرا کاهش بیش از 80% کمک ها. گزارش سیگار در ادامه در مورد میزان اعتبارات تخصیص داده شده می نویسد که از اول اکتبر 2021 تا 31 مارچ 2024 را در بر میگیرد و این رسما منتشر شده است که کاهش شدید میزان کمک ها به افغانستان را نشان میدهد. بر مبنای جدول منتشر شده این کمک ها در دستبندی های کمک های بشر دوستانه، کمک های توسعی و عملیات های آژانس های این کشور قرار دارد که در خصوص افغانستان فعالیت میکنند. عملیات های آژانس های امریکا شامل برنامه های دیپلماتیک، هزینه تامین امنیت، ساخت و ساز هزینه های جاری سفارت، هزینه های آژانس بین المللی توسعه یا USAID امریکا در افغانستان و هزینه های جاری ادارات بازرسی این کشور می شود. آمارهای منتشر شده توسط سیگار در این گزارش نشان می دهد که کمک های امریکا به افغانستان نه تنها افزایش نداشته بلکه به شدت کاهش یافته است. میزان کمک های بشر دوستانی امریکا به افغانستان در سال مالی 2022 1.077 میلیارد دلار بود. این میزان در سال 2023 به 656 میلیون دلار کاهش یافت و در سال جاری میلادی نیز با کاهش بیش از 80% در مقایسه با سال 2022 به 237 میلیون دلار کاهش یافته است. از سوی دیگر کمک‌های ادعایی توسعه‌ای امریکا در سال مالی 2022 معادل 217 میلیون دلار، در سال 2023 معادل 185 میلیون دلار، در سال جاری میلادی به 11 میلیون دلار کاهش یافته است. تأثیر کاهش کمک‌های امریکا بر بحران انسانی در افغانستان چی بوده است؟ باید خاطر نشان کرد که امریکا تنها کشور حمایت کننده از برنامه های بشر دوستانه در افغانستان نیست، اما بزرگترین تامین کننده مالی این پروژه ها خوانده می شود. با این حال کاهش شدید کمک های امریکا
تأثیر قابل توجه بر وضعیت بحران انسانی در افغانستان نداشته است. مقایسه ارزیابی‌های شبکه سیستم هشدار اولیه یعنی فیوز نت درباره سطح ناامنی غذایی در افغانستان متعلق به فوریه 2023 و زمان مشابه در سال 2024 نشان می‌دهد در نقشه جدید خبری از مناطق هاشورخورده وجود ندارد. مناطق هاشورخورده توسط فیوزنت وابسته به USAID می باشد که اگر در این ولایت کمک‌های بشردوستانه وجود نداشت، سطح ناامنی غذایی در آن مناطق شدیدتر بود. در پی کاهش شدید کمک‌ها، ناامنی غذایی در برخی ولایات مانند فاریاب، هرات و سمنگان تشدید شده است. اما در سایر مناطق افغانستان، کاهش کمک‌ها منجر به افزایش قابل توجه ناامنی غذایی نشده است. IPC چیست؟ چگونه سطح ناامنی غذایی را تعریف می‌کند؟ مقیاس طبقه بندی فاز امنیت غذایی IPC یک پارچه روش برای طبقه بندی سطح ناامنی غذایی است. این مقیاس شامل 5 فاز است که به ترتیب شامل فاز 1 تامین اکثر نیازهای اولیه مربوط خانواده ها، فاز 2 ناامنی غذایی مرزی، فاز 3 بحران حاد امنیت غذایی و معیشت، فاز 4 وضعیت بحران بشری و فاز 5 قحطی یا فاجعه انسانی می شود. بر اساس گزارش فیوزنت، بدخشان و نورستان در فوریه سال 2023 در فاز 3 ناامنی غذایی قرار داشتند و هاشورها اکی از آن است که این ولایت به واسطه کمک‌های غذایی به فاز 4 ناامنی غذایی یا بحران بشری سقوط نکرده بود. از سوی دیگر بغلان نیمروز نیز در فاز 2 ناامنی غذایی قرار داشتند و کمک‌های این ولایت را بالاتر از فاز 3 نگه داشته بود. حالا پس از گذشت 1 سال کاهش شدید کمک‌ها سبب نشده تا دسته‌بندی هیچ یک از این ولایات IPC در طبقه بندی تغییر کند و هیچ خبری هم از مناطق هاشور زده در ارزیابی فیوزنت وجود ندارد. به این معنا که کمک‌های خارجی این ولایت را سرپا نگه داشته است. بررسی گزارش سیگار نشان می‌دهد میزان کمک‌های بشردوستانه آمریکا به افغانستان کاهش 80% داشته، اما سطح ناامنی غذایی در افغانستان تغییر قابل توجه نداشته است. چرا کاهش شدید کمک‌های آمریکا تأثیر قابل توجه نداشته است؟ چند مسئله برای توضیح این موضوع وجود دارد و در این حال چند پرسش را نیز به وجود می‌آورد. اینکه این همه کمک ادایی آمریکا به افغانستان چطور هزینه می‌شده؟ آیا اساساً کمک صورت می‌گرفته و به طور مؤثر توزیع و مصرف می‌شده؟ در این صورت چگونه است که کاهش کمک‌ها تغییر قابل توجهی در پی نداشته؟ احتمال اول این است که در سال 2023 هم در سطح نیاز به کمک‌های بشری و هم میزان و مقایسه کمک‌های آمریکا در افغانستان اغراق شده بود. احتمال دوم این است که وضعیت اقتصادی افغانستان به طور اساسی و قابل توجه بهبود یافته است، موضوعی که با یافته‌های بانک جهانی مبنی بر این که فقر در جوامع روستایی در افغانستان بین سالهای 2020 تا 2023 کاهش یافته نیز مطابقت دارد، اگرچه اینکه تلفیق از هر دوی این فرضیات نیز محتمل است. در پایان باید گفت اگرچه افغانستان کشور فقیر است، اما گزارش‌های رسمی و حقایق میدانی حاکی از آن است که اقتصاد این کشور نه سقوط کرده و نه در حال فروپاشی است. تبصره هم داریم از اکسپرس تریبیون در تبصره مبسوط سؤال میکند که آیا طالبان سفر هیئت پاکستانی به افغانستان را لغو کردند؟ تنش میان پاکستان و افغانستان بر سر مسائل مرزی و تروریسم همچنان ادامه دارد. قرار بود هیئت از اسلام آباد به منظور مذاکره با طالبان به قندهار سفر کند، اما برخی منابع در پاکستان از لغو این بازدید از سوی کابل به دلیل احتمال حمله هوایی پاکستان به داخل خاک افغانستان خبر میدهند. گزارش روا میکند که ملاحظات دولت و اردوی پاکستان نسبت به آنچه آنان حضور عناصر ضد پاکستانی از تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان میخوانند روابط دو جانبه با هیئت حاکمه موقت افغانستان را در بنبست شدید قرار دادند.
و با وجود پاسخ کابل به اتهامات اسلام آباد مبنی بر عدم حضور تروریست‌های طالبان پاکستانی، مقامات پاکستانی برخورد یکپارچه طالبان افغان با مقوله تروریسم را خواستارند. در همین حال گمانه‌زنی‌های در خصوص نشست برنامه‌ریزی شده کمیته مشترک هماهنگی پاکستان و افغانستان متشکل از مسئولان ارشد امنیتی و اطلاعاتی دو کشور و به میزبانی طالبان در شهر قندهار از سوی رسانه‌های پاکستانی شنیده می‌شود، اما همزمان گزارش‌ها از لغو نشست فوق توسط طالبان افغان حکایت دارد. سایت روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون امروز به نقل از منابع دیپلماتیک مدعی شد که طالبان افغانستان در اعتراض به حمله مشکوک هوایی از سمت پاکستان به داخل خاک افغانستان تصمیم به لغو نشست هیئت‌های دو کشور در شهر قندهار گرفت. در گزارش آمده است هیچ منبع رسمی در پاکستان هر گونه حمله هوایی ادعایی به خاک افغانستان را تایید نکرده، اقدامی که برخی منابع در افغانستان مدعی هستند که علیه عناصر تحریک طالبان پاکستان صورت گرفته است. اکسپرس تریبیون علاوه میکند هیئت نظامی پاکستانی متشکل از سطوح مختلف قرار بود به روز یکشنبه به قندهار سفر کند، اما عکس العمل طالبان به حمله ادعایی پاکستان به خاک افغانستان که دو روز قبل از برنامه سفر انجام شده باعث لغو بازدید هیئت پاکستانی از قندهار شد. اردو و یا وزارت امور خارجه پاکستان هیچ عکس العمل یا واکنش رسمی به گمانه‌زنی ها درباره حمله هوایی به خاک افغانستان نشان ندادند، در حالی که پاکستان به روز 28 ماه اپریل گذشته عملیات هوایی در خاک افغانستان علیه مواضع گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان را رسما تایید کرده بود. منابع آگاه افزودند قرار بود در نشست لغو شده قندهار مقامات نظامی سطح میانی پاکستان با محمد علی حنفی معروف به ملا شیرین آخوند که از دستیاران نزدیک هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان افغان است دیدار کنند. در این حال طالبان افغانستان در مورد حمله هوایی پاکستان به ولایت پکتیکا یا دلایل لغو سفر هیئت پاکستانی بیانیه رسمی صادر نکرده است که رسانه پاکستانی در تحلیل نوشته است طالبان از تنش‌ها میان آمریکا، چین و روسیه در راستای تحکیم پایه‌های حکومت خود سود می‌برند. روزنامه پاکستان تودی در تحلیل نوشته است که حکومت طالبان از رقابت‌های ژئوپلیتیک میان آمریکا، چین و روسیه در راستای تحکیم پایه‌های حکومت خود سود می‌برند. روزنامه اعلام میکند خروج امریکایی ها پس از 20 سال درگیری از افغانستان خلأ در مناسبات منطقه‌ای ایجاد کرده است. بر اساس این تحلیل طالبان از این تغییر برای خروج از انزوا استفاده میکنند تا به عنوان یک دولت معتبر به رسمیت شناخته شوند. در این تحلیل آمده است که حمله روسیه به اوکراین و تنش‌ها بین چین و تایوان گفتگوهای آمریکا، چین و روسیه را به شدت تحت تأثیر قرار داده که بر پویایی‌های سیاسی منطقه تأثیر می‌گذارد. روزنامه‌نگار پاکستانی خاطر نشان می‌کند که دخالت آمریکا در افغانستان باعث افزایش تنش میان این سه کشور شده بود، چون چین و روسیه خود را در محاصره نظامی آمریکا حس می‌کردند. در ادامه این تحلیل گفته شده که چین و روسیه موضع دلسوزانه نسبت به طالبان اتخاذ کردند و نشست 2021 مسکو و 2024 دوحه گواه بر این مدعا است. این حمایت ها سبب شده است که طالبان در مناسبات با جامعه جهانی به انزوا نروند و کشورهای زیادی در پی گشایش سفارت خود در افغانستان باشند. به باور نویسنده آمریکا تا حال بزرگترین مانع به رسمیت شناخته شدن رژیم طالبان بوده است. با این حال اگر طالبان موفق شوند روابط با این سه قدرت را به درستی مدیریت کنند، ممکن است در دراز مدت از اعتبار بیشتر در جامعه جهانی برخوردار شوند. و اما سخن روز. سخن روز یا گپ روز. ما نه غذا داریم، نه آب آشامیدنی، نه سرپناه، نه پتو و کمپل، نه هیچ چیز. سیل همه چیز را ویران کرده است. این فریاد مردم مستعصل است که از روز جمعه 21 ماه سور تا حال پس از
سیل ویرانگر در شمال افغانستان در بغلان به حال خود رها شدند. پس از نادیده گرفتن اخطارهای مقرر اداره هواشناسی که سیلاب‌های هولناک در راست بارندگی شدید مناطق بزرگی از شمال افغانستان را در بر گرفت، از پیش فرصت کافی بود که برخی مناطق تخلیه شوند، مردم آموزش ببینند، امکانات زیستی پیش از فاجعه به منطقه ارسال شود. مسیل‌های پاکسازی باید قبلا پاکسازی میشد. با وجود همه اخطارها اما کوچکترین آمادگی و اقدام از سوی رژیم منفور طالبان نه تنها صورت نگرفت، بلکه پس از فاجعه نیز بی‌توجهی نسبت به جان بازماندگان و آسیب دیدگان ادامه دارد. طبق برآورد سازمان‌های امدادرسانی قریب به 1,000,000 نفر و از آن میان بیش از 300,000 کودک بی خانمان، بدون دسترسی به آب آشامیدنی، غذا و لباس، بی سرپناه، گرسنه و مجروح و بیمار در روستاهای ویران شده غرق در گلولای گیر افتادند. از 42 خانه در یک روستا چیزی باقی نمانده است. بیش از 2600 خانه به طور کلی در روستاهای شیخ جلال، شهرک سل و شرشر از قریجات مربوط بغلان مرکزی و برکه و نیز در منطقه فلول تخریب شده و تمام منطقه را سیل برده است. صدها تن کشته و زخمی شدند. هزاران خانه ویران و غیر قابل سکونت است. یک از امدادگران محلی با درماندگی میگوید معیشت کودکان شسته شد. سیل ناگهانی روستا را فرا گرفت، خانه ها را از بین برد و دام ها را کشت. مناطق آسیب دیده در ولایت بغلان با وسایل نقلیه‌ای قابل دسترسی نیست. اگر بتوان کمک ارسال کرد تنها با وسیله حیوانات بارکش میسر است. پس از 3 روز از وقوع فاجعه تیم‌های نجات و تجهیزات هنوز به منطقه نرسیده و مردم مصیبت زده با ابتدایی ترین امکانات با مشقت و فلاکت زندگی میکنند. عزیزانشان را از میان گلولای بیرون میکشند. مانند همیشه زنان و کودکان قربانیان اصلی این فاجعه هستند، مانند زلزله ویرانگر هرات. طالبان برای نجات و حتی دفن اجساد زنان نیز برخورد متعصبانه و تبعیض آمیز دارند. سیل اگرچه یک حادثه طبیعی شمرده می شود اما کاملا قابل پیشگیری است و می توان از لطمات آن جلوگیری کرد. بی توجهی به مصیبت دیدگان، نبود امکانات امدادی و دربانی و خدماتی دیگر ربطی به بلایای طبیعی ندارد. طالبان مسئول مستقیم خسارات و تلفات و لطمات است که سیزدگان شمال افغانستان متحمل شدند. نباید مردم بلادیده افغانستان در اسارت جانیان اسلامی طالبان رها شوند. باید به دادشان رسید. جان باقی نمانده هیچ این مکمل این ببینی خانه هست ببینی دیجا را از خانه وجود نداره اللهی متخل رحم کن خداوند نجات بده یا الله یا الله یا الله این خانه ایچ جنبه دیده که باقی نمانده یا الله یا الله یا الله
خودش رحم بکنه. بچه آقا کجاست؟ زنگ میخیره گوشیش؟ سای سای برو خدا حافظ. لا اله الا الله. بر اساس گزارش ها در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات بدخشان، تخار، بغلان، هرات و غور 239 تن جان باختند. اما با توجه به گستردگی دامنه سیلاب های اخیر این آمار کم است و میزان تلفات واقعی در روزهای آینده مشخص خواهد شد. با این حال حتی اگر بپذیریم که همین آمار 239 نفر نهایی است، بازم از عمق فاجعه کاسته نمی شود. در میان ولایات سیلاب زده بغلان از همه بیشتر قربانی این فاجعه طبیعی شده است. تنها در دو ولسوالی بغلان مرکزی و برکه 210 تن جان باختند. تصاویر و ویدیوهای ضبط شده از سیلاب ویرانگر و مرگبار بغلان و زجه های کودکان بازمانده از این فاجعه المناک به حد دردآور است که هیچ زبان قادر به بیان آن نیست. انسان بودن درد جانگاهی دارد، زمانی که درد را با تمام وجود حس کنی اما از قدرت بیان آن برخوردار نباشی. انسان بودن درد جانگاهی است وقتی فاجعه در برابر چشمانت جاری و ساری باشد، اما نه تنها نتوانی کاری برای متوقف کردن آن انجام دهی، بلکه بدتر از همه با برخورد احمقانه و خرافاتی به فاجعه عمق بیشتری بدهی. فاجعه جاری در افغانستان درست به این دلیل عمیق‌تر، مزمن‌تر و استخوان‌سوزتر است که به جای مقابله با فاجعه آن را عادی سازی می‌کند. با اینکه رژیم طالبان میزان مالیات بر کالاهای وارداتی را افزایش داده است، بخش اعظم درآمدهای ملی افغانستان صرف امور نظامی و هزینه‌های این رژیم منفور و فرتوت می‌شود. در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شفافیت مالی وجود ندارد و طالبان به هیچ نهاد ملی و بین المللی اجازه نمیدهند بر عملکرد حکومتشان نظارت کنند. در بررسی بلایای طبیعی در دوران حاکمیت طالبان آشکار می شود که این گروه عموما با تأخیر به آسیب دیدگان یاری رسانده و کمک چندانی هم به آنها نکرده است، زیرا حکومت طالبان را عموما افراد رهبری می کنند که تنها در مدارس دینی تحصیل کردند و از حکومتداری و خدمات رسانی به مردم سررشته ای ندارند. با فروپاشی حکومت پیشین افغانستان و فرار محمد اشرف غنی، بخش زیادی از نیروی کار کارشناس یا متخصص افغانستان کشور را ترک کردند و طالبان نیروهایشان را که گاه حتی سواد درستی هم ندارند به جای آنان به کار گماشتند و در چنین وضعیت خدمات رسانی با چالش جدی مواجه است. همزمان با ناتوانی طالبان در کمک به آسیب دیدگان سیل، چند کارزار برای جمع‌آوری کمک در داخل و خارج از افغانستان به منظور کمک به سیل زدگان که به سرپناه، غذا و پوشاک نیاز دارند شکل گرفته است. در اینجا
میخوام خدمت هموطنان ارجمند عرض کنم. ما همه در افغانستان زندگی کردیم. اینی که بر علیه یا جانبداری یا برخلاف افراد و اشخاص صحبت میشه، اما آنچه مسلم است، آنچه بسان آفتاب روشن است، مبالغ هنگفت پولی است که طی سالهای متمادی توسط جنگسالاران که تعدادشان زیاد هم نیست، در حدود 300 نفر است، به خارج از کشور انتقال داده شده. در همین روز، در همین ساعت، در همین دقیقه اینها را به شرافتشان سوگند میتم، اینها را به نام خدا سوگند میتم، به قرآن پاک سوگند میکنم که سوگند میتم که اقلا یک قطره اشک به حال این مردم بیچاره بریزند و اقلا شمی از سرمایه های باد آورده و باد آمده را صرف رسیدن به این سیل زدگان بکنن. من خودم شخصا هر تبصره‌ای که در مورد من هرکس میکنم، اما حاضر هستم به همراهی سایر تلویزیونچی ها و آنهایی که تلویزیون ها را رهبری و گفته مردم اداره میکنن، هر مقدار پولی که هر مسئول یک تلویزیون میپردازه من دوچندش میپردازم. من منتظر هستم همین لحظه کوشش میکنم یک نفر در افغانستان یا در کابل پیدا کنم و از اولیای امور یا طالبان خواهش کنم که در این وقت حساس، در این وقت که ملت ما در بیچارگی و بدبختی و مذلت و هلاکت به سر میبرند، اجازه بدن که مقدار از پول تلویزیون آریانا افغانستان که در کابل بانک نه در میوند بانک حفظ شده و تا جایی که من اطلاع دارم به بانک مرکزی افغانستان انتقال داده شده، این اجازه بدن که ما صرف غمخاری و رسیدگی به این بیچاره ها و این بدبخت ها کنیم، بدون در نظر داشتی که امروز بغلان در کجاست، فردا شاید این واقع در قندهار با وقوع بپیونده، شاید روز دیگه در ننگرهار با وقوع بپیونده، شاید روز دیگه در غور و در هرات و بامیان با وقوع بپیونده. اگر ما افغان هستیم و خون افغانیت در وجود ما جاری است، ما باید از تمام اقوام و تمام مناطق افغانستان نمایندگی کنیم و به درد همه ایشان برسیم. ما بازم تقاضا میکنم، خواهش میکنم از آنهایی که به صدها میلیون دلار را از افغانستان تاراج و چپاول کردن و همچنان از همکاران عزیزم رؤسا بگویم، پرودوسرها بگویم، تلویزیونچیها بگویم، بدون در نظر داشته مسائل قومی و منطقوی اقلا یک حرکت بکنن که این حرکت نهادی نشوه تا فردا ما در برابر وجدان خود، در برابر ملت خود شرمسار و سرفگنده نباشیم. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، و این بود نگاه امروز که خدمت شما تقدیم شد. تا برنامه دیگر بازم شما را خواهم دید، شما را به خدا می سپارم. روز و روزگارتان خوش.